فیلم سینمایی پاشنه طلا که تو سال 1354 ساخته شده، از این قراره که مهدی بعد از آشنایی با شیرین به اون کمک میکنه تا عطار رو که پدر شیرین رو به قتل رسونده و با اسناد جعلی قصد داره کابره‌ای که به شیرین تعلق داره رو تصاحب کنه از سر راه اون برداره. بخشایی از فیلم پاشنه طلا رو با هم تماشا میکنیم. نیست. گفتی تو بیمارستان چیکار می‌کنی؟ با اتومبیل تصادف کردم. الانم بستری‌ام. من می‌میرم. حالم بده. مادر، مگه چی شده؟ هیچی. بیبی تو بیمارستانه. با هم کلاسیاش بردنشون بیمارستان، معاینه کردن و یادشون بدن. آره. فقط دکترا میترسن پاهم فلج بشه. یا سید الکریم. آخه چی شده؟ به منم بگو. هیچی مادر، رفیق داشون تصادف کرده بردنش بیمارستان. خب میگفتی. هفته یه پیش پاو عمل کردن ولی نتیجه نگرفتن. قراره که دوباره عمل کنن، شاید یه نتیجه ای بده. امیدوارم به حق مولا که این دفعه نتیجه بگیرن. راستی داداش، میدونین نمیدونم چطوری بهتون بگم، خجالت میکشم، ولی خرج بیمارستان یه خورده زیاد شده و میدونید که منم همچین. الان واسه تلگرافی میفرستم علی. بپر 100,000 تومان بذار بانک، حواله کن واسه داش محمود دکترم. برو ببینم، برو وای نستا. الو، همین الان واسه فرستادم. متشکرم داداش، خیلی ممنون. پاتو میگم، پات. پاش چی شده؟ پاشو میگم. پات رفیق انگلیسیشه، مستر پات. به مادرت گفتم مستر پات کیه؟ مستر پاتو میگم دیگه. آره. حالا ببین، بیا با هاش خانم صحبت کن، اختلاط کن که بفهمه تو حالت خوبه. آره، من گوشی میدم دستش. بیا. الو، سلام مادر جان. الو. سلام مادر. صداتون نمیاد. سلام به روی ماهت مادر جون. قربونت برم الهی. خوبی مادر؟ حالت خوبه؟ راحتی؟ آره آره راحتم. شما چطورین؟ خوبین؟ ببین تو ولایت قربت رختاتو کی میشوره مادر؟ اینجا ماشین رخشوری است مادر، خیالت راحت باشه. خب خدا الهی عمرش بده. جاهل و رقاصه داستان پدری به نام پهلوان صادقه که پیش از مرگش از آقا مرتضی با بازی بهمن مفید میخواد که مراقب دختر شیرین باشه. آقا مرتضی که گرفتار کسب و کار و رسیدگی به همسر و دخترش مریمه، از شاگردش نعمت میخواد که چند روزی رفت آمدهای شیرین رو زیر نظر بگیره. اما شیرین که متوجه این اتفاق میشه، سعی داره چیزایی رو پنهان کنه. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. مال بوز یخ زده است. به به، واقعا دست درد نکنه. شما اینه هم مثل مادر مرحوم منه، قضای خیلی خوب درست میکنین. خدا هر دوتای شما رو بیاموزد به خدا. جان خودم ماها چه؟ پس چرا نشستی؟ بلند شد دوتا کفگیره ها بخوردم بوده بابای تو قضایش بره پیشم. نمیخواد، ما بزن پشت بابا لقمه بره پایین. خب الحمدلله 740 صادق خان آبرومندانه برگذاشت. آره آره، خدا بیامرزدش، آدم خوبی. همه خوبن، منتها حالا دیگه باید به فکر زنده ها بود. منظور خورشو بده من بچه. منظورم اینه که تو مدتی دنبال کارهای صادق خان بودی. حالا بهتره یه کمی به فکر خونوادت باشی. من دیگه دیرم شده، باید برم. هنوز که نهارت تموم نشد. چرا سیر شدم؟ خداحافظ بابا. از آقا معلمت معذرت بخوای که چشم راش گذاشتی. میبینی ماما؟ برو عزیزم، به حرف این وروجه گوش نکن. برو 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 عزیزم، برو جونم. انتظار علی. چه ماما که حرفی نزدی؟ من نابجی. حیف که وقت ندارم. خداحافظ. خدا حافظ. چش سفید پر رو تو اصلا. ما اصلا یادم زیادی هستیم. خدا حافظ و بیامرزه که فرمود بنی آدم اعضای یکدیگرند، به دانش دل پیر برنا بود. اگر بارگران بودیم و رفت بله بخند پسر جانت دیگه. خب اونم دختر جانه که نوالیه دیگه. من که اون از خونه بامام نیاوردمش. از هرجا آوردهش این یکی هم مال همونجاست، نباید بینشون فرق بذاری. من میگم هر دوتر رو پشت بده. فیلم مشکل آقای اعتماد با بازی منوچهر وثوق و نصرت الله وحدت محصول سال 1356. اعتماد با صدور چکای بی‌محل تحت تعقیب طلبکاراش قرار میگیره. از طرفی منوچهر که به قصد دزدی به خونه اعتماد میره، با اعتماد دوست میشه و در نقش پسر اعتماد از اون مقابل طلبکارهاش حمایت میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. علت دروغ نگم، اون مامانت نیست؟ اون مامانته؟ آه وی وی آی خدا خودشه. آقا مواظب باش، این دفعه اشتباه بگیری بیمار
هستن ها. سلام خواهرم، قربون تو خواهر دختر. سلام مامی جون، چقدر خوشگل شد عزیزم. خوب خواهر جون، اینم پسرم منوچهر است که عممه دیگه. میدونم ولی عمه رو نباید بهش بچسبه. نباید. اینم آقا مراد راننده ماست. آباجورم آباجور. بار تو دیگه چرا بین همه خواهده چستم به خواهر من؟ چیکار کنم بچه سرده؟ راستی داداش، میگم که اون عکسی که چند سال پیش از منو چرا برام فرستاده بودی قیافش جور دیگه ای بودی. آره ماشاءالله بس میخوره، از برام داره گنده تر میشه. اتفاقا چند شب پیش همین بحث باش داشتم، میگفتم بابا اونقدر زود قیافه عوض نکن، یه وقت ممکنه مردم شک کنن تو پسر من هستی. آقای اعتماد، مهمان جناب عالی های مستر پول با شما کار داره. مستر پول کیه داداش؟ والا متخصص. توی مستر پول چجوری شناختی؟ والا من دیدم یکی روی پول وایساده، فورا فهمیدم که مستر پول ده. قربان خب من چه گرفتارم، باید خواهرم برم خونه، تو هم باید مستر پول رو ببری سر خوشش بکنی، ببرش هیلتون یا یه هتل دیگه براش جا بگیر و خلاصه عوضش پذیرایی کن. بعدا میری کارخونه. کارخونه باشه، چشم آقا برو بدن جان، ببخشید آقا ببخشید. خیلی سلام، بعدای تو خواهر تو دیگه چه من بغل میکنی؟ یالا چند بغل دورونم، یالا بیا نمیخواست نمیدنم مردی ببینم. والله به خدا همه باید بختیار برای بیایی بی سبا کمک بکن سنگین آقا ششته چه بدم من تنهایی. بیا تو خواهر جون، قربونه برم، خیلی خوش اومدی. خیلی خوش اومدی، باور کن از برگشتن تو به ایران اونقدر خوشحالم که تو پوست آقا جان. منم همینطور آقا، واقعا خوشحالم آقا. برر آقا جان، این بی سبا رو بیزارم این توی یا نه؟ نه نه. فیلم علی کنکوری به کارگردانی مسعود اسداللهی توی سال 1352 ساخته شده. توی فیلم جلال فر طبق وصیت همسرش قصد داره فرزندش علی رو به دانشگاه بفرسته و وادارش کنه که تحصیل کنه. علی برای بار پنجم تو آزمون دانشگاه شرکت میکنه و به خاطر وخامت حالش اون از جلسه آزمون به تیمارستان میبرن. پزشک معالج اعلام میکنه که علی به دلیل کمبود محبت دچار عارضه روحی شده و جلالفر هم توصیه میکنه که برای علی زن بگیرن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بگم بعد از مرگ مادر این بچه ها نذاشتم پای هیچ زنی به این خانه برسن، ولی خب قسمت این بود، نتونستم ببینم تو این شهر با این همه گرگ دریده ویلون و سرگردون بشه. اینقدر آدم ناباب هست که صلاح نیست تو کوچه ها ویل باشی. این از من قبول کن، راستش من بعد از اون مرحومه فراموش کردم که مردم. کشت مرایی میدانی ادب تو خانه ما ارسی. مرسی خرسی خفش کر بوز داشتم تعریف میکردم. مری جان این خانه مهد علم دانشم، من کسی را نداشتم تو سرم بزند و وادارم کند که یه پخی بشم، ولی من در عوض این کارم میکنم. تو این خانه همه باید با سواد بشن، همه باید به علم فکر کنن. خودم بهت عربی درس میدم، علی انگلیسی، علی دکتر است، جعفر مهندس. و خب جناب عالی هم قابله. خدا سایه شما را از سرمو کم نکنه. همین ید الله را میبینی؟ 10 سال است که خانه شاگرد ماست، از قزوین آوردمش، خودم هواش داشتم چیزی بشه. خب از خب هست، میخوای اونم دکترش کنی؟ اونا را دکتر مهندس کردی بسته. مسخره بازی در آورده است. نه نه، از حالا میبینم روزی را که علم افتخار از این خونه بلند. فیلم سینمایی شاطر عباس که تو سال 1350 ساخته شده راجع به شاطر عباسه که خانواده خوب و زندگی آرومی داره و عاشق دختری به اسم فاطمه میشه. خواستگارای دیگه فاطمه سعی میکنن شاطر رو پیش فاطمه بدنام کنن، اما در نهایت این دو نفر با هم ازدواج میکنن. بخشایی از فیلم شاطر عباس رو با هم تماشا میکنیم. کاری که واسش پیدا شده. آگه منو بکشی تیکه تیکم کنی آدمی نیستم که برای اینکه تو بخوای عرق بخوری خودمو بتروشم. اگه نیای اینقدر میزنمت که مثل سگ زوزه بکشی. مار خجالت بکش، قباحت داره. اگه کار شرافتمندانه قحطی که میخوای دخترت خود فروشی کنه. تو دیگه خفه شو،
تو دیگه از نجابت و عفت و عصمت برای من حرف نزن. نذار دهن من وا بشه. عوض این که اونو بر ضد من انگولک نکنی، متصل دم از نجابت میزنی. از خودت براش حرف بزن، از جوونیت بهش بگو. خفش بهش بگو چجوری زن من شدی. خفش بگو چجوری منو سر پیش کسافت کاریات کرده. بگو اقلا راجع به بابای اصلیش یه چیزی بگو.